خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرا. وضعیت آقای اردوغان ظاهرا خیلی مناسب نیست. امروز هم نتونسته تو جلسات انتخاباتی شرکت کنه و از اون مهمتر شرکت در مراسم افتتاح نیروگاه هسته‌ای آکویو یا آقویو هست. این مراسم قراره با چند ساعت تأخیر امروز اجرا بشه با حضور آنلاین آقای اردوغان و البته ولادیمیر پوتین، که البته این دو بزرگوار ظاهرن چند دقیقه پیش تلفنی با هم صحبت کردن. این نیروگاه اولین نیروگاه هسته‌ای ترکیه هست و از سال 2018 کار ساختش به طور رسمی شروع شده. منتقدان زیادی داره این نیروگاه، چون معتقد هستند بعد از حادثه چرنوبیل خیلی از کشورها نیروگاه‌های هسته‌ای خودشون رو تعطیل کردن. بگذاریم، فعلا بحث آقای اردوغان هست. دیروز گفتن سکته خفیف مغزی داشته ایشون، بعد شد سکته قلبی و امروز دفتر ایشون اعلام کرده که یه سرماخوردگی ساده است. البته آقای اردوغان چند سال پیش، فکر کنم سال 2020 بود، سکته قلبی کرد که بعد از چند روز بلافاصله به کارش برگشت. رقیب انتخاباتی ایشون هم آقای قلیچدارغلو برای ایشون آرزوی سلامتی کرده. ایشون چند روز پیش یه واقعیتی از خودش منتشر کرد که خیلی ها نمیدونستن. ایشون گفته که علوی هست. مرکز پزشکی لانگبیش با حضور ارسین تاتار افتتاح شد. رو اندازی این مرکز کمک بزرگی برای مردم این منطقه و کلن اسکله هست. وزارت بهداشت هم خبر از ورود داروهای جدید به کشور داده و اعلام کرده تا چند روز آینده تمام کمبودها جبران میشه. قیمت دلار تو قبرس شمالی 55165 تومان، یورو 60900، پوند انگلیس 69030 تومان و لیر ترکیه 2730 تومان. دمای هوا برای فردا: ماگوسا و اسکله 14 تا 19، گیرنه 15 تا 18، لیماسول 14 تا 19، نیکوزیا 13 تا 19، پافوس 15 تا 17، لفکه 12 تا 16 و کارپاز 16 تا 17 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که جوزف استالین گفته ایده ها قدرتمندتر از اسلحه ها هستن. ایشون گفته همونطور که ما به دشمنامون اجازه نمیدیم اسلحه داشته باشن، به هیچ عنوان نباید بهشون اجازه ایده پردازی بدیم. بازی رو باید درست انجام داد. روحیا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.